موضوع دوم این است که ایشان در سخنانشون اشاره کردن به این که کسانی که با اسلام مخالفن تقسیم شدن به دسته کافر کتابی که در اصطلاح کافر ذمی ما بهشون میگیم، یعنی کسانی که در ذمه اسلام هستند، بر عهده مسلمان هاست که اونها رو اداره بکنن. بعد شروع کردن راجع به این که رفتار مسلمان ها و اسلام با اینها بده و خشونت آمیزه، در صورتی که اینها رو اولا اسلام گفته که میتونید باشون ازدواج بکنید، تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و تعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تصریح میکنه به زنان پاکدامن اهل کتاب میتونید باشون ازدواج کنید، میتونید اهل کتاب رو منزلتون دعوت بکنید به میهمانی یا دعوت اونها رو بپذیرید، غذای اونها بر شما حلاله، غذای شما بر اونها حلاله. حتی زن کتابیه یعنی زن ذمیه، این عرض کنم که پیامبر رو با گوشت هدیه‌ای که آورده بود مسموم کرد و پیامبر تا در دهنشون گذاشتن فهمیدن این گوشت مزه مسمومیت داره و به او گفتن که چرا این کارو کردی و این گوشت مسمومه. گفت قلت فی نفسی، تاریخ طبری نوشته، در پیش خودم گفتم ان کان محمد نبی فسیخبر، اگر محمد پیامبر خدا خبرش میکنه این نمیمیره، نمیخوره این گوشتو، و انکان ملکن فسترح نامن، و اگر پادشاهی میخواد بکنه ما هم از شرش راحت میشیم. فعفا انها رسول الله، پیغمبر او رو عفو کرد و لم یقتلها، و او رو نکشت با اینکه اون قصد مسمومیت پیامبر رو داشت و گوشت مسموم آورده بود. بعد از مسئله خیبر و اینها تاریخ طبری تصریح داره در این قضیه. علاوه بر این خلفای پیامبر هم همینطور رفتار میکردن، در نهج البلاغه و در تاریخ هست که سپاه معاویه حمله کردن به شهر انبار و زر و زیوری که خلخالی رو که به پای یه زن یهودیه بود به زور از پای او در آوردن، و علی وقتی این خبر بهش رسید گفت جا داره که مسلمان ها آرزوی مرگ بکنن که نتوانستن از این زن دفاع بکنن در برابر سپاه معاویه. یعنی اونها نسبت به کافر کتابی یا ذمی که در عهده اسلامه، در پناه اسلامه، اینطور رفتار میکنن. باز آثار هست که پیامبر، ببخشید، حضرت علی در زمان خودش دید یه پیرمردی داره گدایی میکنه و فرمود که چرا این پیرمرد گدایی میکنه؟ گفتن اون از نصاراست، از مسیحیانه. فرمود که شما در جوانی عرض کنم که از او کار گرفتید، حالا که پیر شده باید گدایی بکنه. دستور داد که از بیت المال مقرری براش تعیین بکنن. اینطور رفتارش بوده. پیامبر اکرم این همه نقل کردن که یهود باش دشمنی هایی میکردن، باز با اونها دوستی نشان میداد. ولی مسئله جنگ مسئله دیگری است. وقتی که کسی که در پناه اسلام شروع بکنه به توطئه کردن و دشمنی کردن و مثل کعب ابن اشرف یهودی بره عرض کنم که تمام سپاه عرب رو، احزاب عرب رو برانگیزه که جنگ خندق رو بپا بکنه، همه رو بیاره مدینه رو محاصره بکنه، خب طبعا رفتار با او و همراهان و همفکران او نحوه دیگه‌ای باید باشه. عدالت اقتضای این قضیه رو داره. به هر حال مقصود این که بعدشون میگوید که یه دسته کافر کتابی هستن، یه دسته کافر عرض کنم که حربی. خب کافر حربی که مشخصه که اهل جنگه، با اون که نمیشه که گردن پیش آورد بگیم با شمشیرت بزن، باید هم با اون جنگید. قاتل و فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه خدا بجنگید، نه برای غنایم و امثال اینها، کشورگشایی، برای خدا با اون کسانی که به جنگ شما آمدن. ولا تعتدوا، و تجاوز و ستم به اونها نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خداوند ستمگران متجاوزان رو دوست نداره. این آیه قرآن در سوره بقره، دستور اینطوریه برای جنگ. بعد ایشون یه قضیه دیگه رو اینجا از قلم انداختن، و اون که ما یه کافر ذمی داریم، یه کافر حربی داریم که با کافر ذمی اونطور پیامبر رفتار میکرده و با کافر حربی هم که گفتم چجور باید رفتار کرد. یک به اصطلاح علاوه بر دارالاسلام و دارالکفر، دارالصلح داریم. بعدشون گفته بله کسانی که اهل کتاب نیستن مثل هندوها و اینها همه رو باید کشت، مثل بودایی ها و اینها.
اونا در دار و صلح ما با اونا هستیم، حتی مشرکینی که با اونها پیمان صلح مسلمان ها دارن به هیچ وجه حق ندارن به اونها تجاوز بکنن. پیامبر با مشرکین حربی چه برسه به اون که حربی هم نبودن در حدیبیه صلح کرد و قرارداد صلح نوشت با اونها. و آیه قرآن در سوره انفال آمده ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر اونها متمایل به صلح شدن تو هم به صلح بگیرای. یعنی ما در حقیقت دارالاسلام داریم و دارالکفر و دارالصلح. الان کشورهای اسلامی با دیگر کشورها در صلح هستند و همینطور پیامبر اسلام هیچ وقت دستور نداد که شما وقتی که رفتید مثلا در حبشه اونجا سعی کنید جمعیتی گرد بیارید با مردم حبشه ارتکام جنگ بکنید اونها رو بکشید، و حتی بعدها هم دستور داد که مسلمان ها متعرض حبشی ها نشوند. قرار این که با کسانی که در صلح هستند جنگی وجود نداره، و رفتار اسلام هم با اشخاصی که در داخل اسلام هستند اینطوره. بعد نکته، یعنی این تقسیم بندی های فقهی ایشون یه امور بدعت آمیزی است که از خودشون درست کردن، ولی فقهای اسلام و مدارکی که در اسلام هست اینها مردم رو سه قسمت کرده. بعد راجع به کلمه کفر خیلی حساسیت نشون دادن. کفار حربی، کفار زن، کفر یعنی پوشش حق. کسی که حق رو قبول نداره حق پوشه، کسی که معتقد به خدا نیست حق پوشه. الفاظ در حقیقت جنگ نداره با کسی، وصف روحیات اشخاصه. ولذا اسلام اگر به کسی کافر گفته، چه بسا مسلمانی هم که حقیقت رو بپوشانه و معاند باشه، از لحاظ معنوی نوعی کافره، حق پوشه، معانده، لجوجه. به هر حال این حساسیت رو این الفاظ و نشناختن مصداق‌های اینها حکایت میکنه که ایشان در فقه هم ورود ندارن که وارد میشه در این قسمت‌ها و حمله میکنه به اسلام و اینها. بعد اعتراضاتی کرده مثلا از قبیل این که این دین خشنیست، ساعت 4 صبح چرا باید اذان بگن مردم و مزاحم بشن. این اعتراض به صدر اسلام نیست، در صدر اسلام که بلندگو نبوده. پیامبر دستور میداده خود مسلمانایی که دلشون میخواسته با پیغمبر نماز بخونن یه کسی اذان میگفته، اذانش هم گوش خراش نبوده که تمام شهر رو بلرزانه. عرض کنم که میامدن با کمال رغبت میشتافتن به نماز، به روحانیت پیدا میکردن، دو مرتبه میرفتن سر کار زندگیشون یا سر استراحت و خوابشون. قضایای جدید بله پیش آمده، کسانی صبح اذان بلند میگن مرزا رو صدمه میزنن. کجای قرآن و سنت گفته چنان اذان بگین که مریض ها ناراحت بشن؟ ایشان رفتاری که مسلمانان بعد میکنن همه رو پای اسلام و قرآن و پیامبر میذارن. مثل این میمونه که الان اعلام کردن که پاپ اظهار شرمندگی کرده از اینکه یه دسته کشیش ها متاسفانه به کودکان معصوم که برای یاد گرفتن سرود اونها رو سپرده بودن به کلیسا تجاوز کردن. بعد عرض کنم که حالا کسی بیاد بگه مسیح محکوم است به دلیل اینکه کشیش ها چنین کردن، و همه میدونن که مسیح که چنین تعالیمی نداده، چنین دستوری نداده. این قضاوت صحیحه، این قضاوت به حقه. اگر به فرض در دوره اموی یا عباسی به اهل کتاب ستم کردن و به قول ایشان که مدرکی هم نشون نمیده یه کشیده بهش میزدن میگفتن جزیه بده، اینو به پای پیامبر اسلام باید بذاریم که اصلا در زمان خودش جزیه از کسی نمیگرفت. و گیرم مسئله جزیه قانون اسلامیه که هست، ولی به این صورته که در واقع مالیات سرانه است، همطور که مسلمان ها خمس غنایم جنگ رو میپرداختن یا زکات میپرداختن یا خراج میپرداختن برای اداره کشور، اونها
جزیه میدادن و در واقع این جزیه همون جزیت بوده، مالیات سرانه بوده که قبلا در جاهای دیگه هم در ایران در جاهای دیگه هم رسم بوده برای اینکه کشور اداره بشه. و بعد اونها از سربازی معاف بودن، امتیازات خاص میگرفتن به خاطر همین قضیه و اداره میشدن و محیط اسلامی در برابر این مالیات سرانه که از اونها میگرفت که در واقع از مسلمان هم به صورت خراج اینها میگرفت، برای اونها خرج میکرد، اداره میکرد اون قضایا رو. این الان همه جور دنیا معموله و حتی ابو یوسف در کتاب الخراج آورده و معلوم میشه که مالیاتی که از مسلمان ها میگرفتن بیشتر بود از اونچه که از اهل کتاب میگرفتن. اینا این چیزا رو توجه ندارن، اقلا برن مستشرقین بزرگ که راجع به جزیه دانیل کتابی در این زمینه نوشته، ترجمه هم شده به فارسی، اینا رو بخونن ببینن مستشرقین منصف چجوری در این باره و در این قضایا از کم اظهار نظر کردن و اعمالی که در دوران بنی عباس یا بنی امیه پیش آمده، خشونت هایی که عرب ها بعضی هاشون کردن، اینا چه ربطی به اسلام داره؟ پیامبر اسلام وقتی که فتح کرد، عرض کنم با اینکه این همه در جنگ های پیش از فتح اصحابشو کشته بودن، حمزه سید و شهده رو عموشو کشته بودن، دیگرانو کشته بودن، همه رو عفو کرد، فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید که همه تون آزادید، و گفت من همون چیزی به شما میگم که یوسف به برادران خودش گفت. بعد این آیه قرآن رو خوند که لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، امروز حتی سرزنش شما رو نمی کنم، خدا شما رو میامرزه و ارحم الراحمینه. و حتی ابو سفیان که رهبر سپاه دشمن بود و این همه جنگ با پیامبر اسلام کرد، منزل او رو منزل امن قرار داد که هر که در اونجا وارد بشه به امنیت میرسه. و عرض کنم که رفتارش با دشمنان خونینش اینطور بود. شما این پیامبر نجیب رحیم مهربان رو که در موقع مقتضی غیرت هم نشون داده و دفاع کرده از جان و مال مسلمانانی که در معرض تهاجم مخالف اینها بودن، تختهش میکوبید، اون وقت دفاع میکنین از ترومن که او بمب انداخته در هیروشیما میلیون ها مردم از بین برده، کار بدی نبوده به دلیلی که اگر جنگ ادامه پیدا میکرد مردم بیشتری کشته میشدن. واقعا این استدلالات خنده آوره و از کسی که ادعای تاریخ دانی داره بعیده. امیدوارم که ایشون به خود بیان و بیش از این زحمت به ما ندن که نقد ایشون بکنیم و عرض کنم که ناراحتش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.